ارواحی که در توی آمده اشتراک کرده بود. السلام علیکم تماشابینان عزیز و حاضران شبکه کاروان عمر. مؤلف چنین نقل میکند: این واقعه را همسایه نزدیکم که در توی مرکه ها نوار میگرفت نقل کرده داد. با گفت او روزی در یک دهه دور از ناحیهشان به او دعوتنامه آمده است و این جوان باشد به همان منزل رسیده کارش را آغاز کرده است. همه را یک به یک به صورت می گرفت و ناگهان چشمش به یک موی سفید رسید که در کرسی نشسته بود و لباسی سفید داشت. تکرار به تکرار به صورت گرفت. سبب فکر کرد که شاید مرد پیری همین خانه باشد. خاطرمان می ماند گفته به خیالش رفته است. توی هم به انجام رسید. صاحب توی از این جوانی نوارگیرک خواهش کرده است که هرچی زودتر دیست را آماده کرده دهد. در حق خدمتش باز پول اضافه کردنش را گفت. این جوان نیمی شب به خانه اش رسیده نزد ویدیو مونتاژ نشسته است. خوابالود به کارش آغاز کرده است. در همین لحظه به یک چیز اعتبارش رسیده است. وقتی نواری کرده اش را از نظر می گذرانید، او موی سفیده که با لباسی سفید نشسته بود در این نوار همون کرسی خالی بود و هیچ کس نبود. تکرار به تکرار کادرها را به قفا گذاشت. او مرد پیر نیست. صبح شد. دیسک ها را گرفته به خانه صاحب توی رفت. این مرد برای کار را زود انجام دادنش پول زیادتی به این جوان دراز میکرد. این جوان از مرد پرسید: دیروز در او کرسی یک موی سفید با لباس سفید کی بود؟ گفته پرسید. بعد صاحب خانه گفت: او کرسی را که تو میبینی برای یک پایه اش نبودنش ما او را در بر گذاشته موندیم. هیچ کس نشسته بود. این جوان چیزی را که خودش دیده بود به صاحب خانه فهمود. بعد از کم این مرد گفت: ما دیروز جوانی را که آیلدار کردیم او را یافته خودمان نگاه بین کرده بودیم. یک موی سفیده که در راه با یک دختر جوان حاملدار واخورده او را به نکاحش میگیرد تا اینکه کمک به این دختر کند. از بین روزها میگذرد و این دختر کودک را تولد کرده با دوست پسر خود میگریزد و این مرد پیرانسال باشد با کودک تنها در خلق آوازه میشود. فرزندهایی که صاحب خانوادار شده بودند این کودک را نخواستند و من نیز برای کمک به او میسفید کودک را به خانم آوردم. خودمون نگاه کردیم. اگر دیده شما راست باشد از این معلوم می شود که همون موی سفید پدر همین جوان است. در حیات چنین حالت ها هم می شده است. گفتم می نویسد مؤلف.